لپتاپ حالا برمیدارم شوش. واسه خودکسته برم. به تو یار قدیمی سلام, سلام این, این حد بنده جدیده خیر بله یه نایکی داشتی آخه خونه ما بود یه دوست ما بله <laughs> خوبی؟ سلام. 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 سلام 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 تبریک میگم برده تیم چلسی رو به در چمپیونز لیگ طرفدار چلسی طرفتاره چلسی به افشین جان تبریک میگم خدمت شما برده دفاع قوی چلسی و دفاع اتوبوسی من خوشحال شدم که موچ گواردیولا رو خامون اصلا خوشم نمیاد ازش <applause> <applause> والا زیاد <تصفيق> <تصفيق> کامنت نسبت به این قضیه <applause> نه ولی چلسی قشنگ تاکتیکی سر بود حالا اون نیمه دومی که ما دیدیم بسیار زیبا بسیار زیبا خوشحالیم که طرفدارای یه تیم خوشحال شدن و طرفدارای تیم دیگه ناراحت این میدونی که زندگیه گهی زین به پشت و گهی جه... پشت بزین پشت بزین پشت زین پشت بزین پشت بزین پشت بزین نشون هم بده امرو اصر بله من که هر داره. روز اصلا یکی از برای یکی از بعد تنی خاطر خاطرهای از سوانیم که اسب بعد از یه چند دقیقه سوارش بودم داشت همینطور راه میرفت قبل مثلا وارما بود تصمیم گرفت همینطوری بشینه رو زمین و خرقلت بزنه تو هم روش البته اون دیگه نه تو میگه خرقلت همونه ببین انقدر من ترسیده بودم چون قبلا شنیده بودم این اتفاق بیفته و مثلا تو نتونی بپری کامل مثلا نخواد میشکنه و شا شا وزن اون حیوان چقدره از مثلا 500 کیلو هست به بالا اون 500 کیلو بود اونی که رو فرزاد خوابید بعد <تصفح> <تصفح> من از دور شدم جیغ داد بپر بعد فرزاد یه <انجل> خیلی بود <تصفح> من کوچیک بودم, بودم. بعد زین اون بلش. زینی که رو از گذاشته بودیم داغون شد به خاطر اینکه کجا بودی؟ من پریدم اون دیگه تو, تو, تو کجا بودی تاریم. تو, آره تو فرزاد کجا خیلی... بودی چون پات وقتی توی رکاب باشه خیلی سخت اه... اون لحظه بخوای در بگیری در یاری و و نه امروز این اتفاق نمیفته نه ترس ما امروز حالا برای کسی که نمیدونن داریم میریم اه... رفتیم یعنی الان که میشنوید رفتیم ولی قرار بعد از اپیزود بریم اسب سواری زمان این زمانی مفهوم نسبیه مطلق آره. و اینکه به خاطر علاقه شهیده فکر کنم هر چهار خیلی علاقه به این حیوان شریف داریم و چی گرفتیم که بریم اسب سواری کنیم من امروز آه. که اسب سواری یاد بگیرم هفته بعد تیراندازی یاد میگیرم و شنارم که بلدی شنارم دل... بلده. دیگه دینت کامل میشه به بچه‌ت بعدش میخوام ازدواج کنم و دیگه نگیم که آنلاک کنیم اون قسمت رو نه آره کدوم قسمت رو؟ نه نه هیچی خیلی خوب چه خبر هفته چه بوده؟ هفته <تصفح> خیلی خوب بوده چرا کارون تو از کارون بپرسی یه مدت شروع کنم کارون ساکتی نسبت به هفته چیزی بگو حرفی بزن کار کم شده گفتیه کارو آره میگم اون روز پنج شنبه که من اینو نوشتم من شیش از تمام کرده بودم واقعا باورم نمیشود یه دورانی به کارو من زنگ میزدم مثلا نه شب بود این تو مثلا خسته کار بود کار مثلا دو دقیقه پیش تموم شده بود آره بودم بابا. من جدیدا مینی با چی آشنا شدم با کلاب هاوس های جنجالی رکورد شده رو یوتیوب <تصفح> <تصفح> ببین چه چیزایی هست یعنی گلچین کردن جنگ مثلا یه دونه رو مثلا طرف رکورد کرده جنگ مثلا چه میدونم ساما ویلسون بود با شهرام کاشانی وای ببین این دوتا الان شهرام کاشانی فوش تمام آدم رو به این میداد این میگفتش که به حرفی که میزد درار بود یعنی محلم مدام از طبی میشدم گفت بریم ببندینش به تخ رفیقاش دوستا شرکی است سه تاب مدنی هم بذاریم که <متحنت> خیلی چیل برخورد که خیلی عجیب بود اصلا چیزهایی که میشنیدم خیلی سخت بود برام باورش و با اصلا دعوای ساشا رو دیدم با یکی از نمایندگان مجلس ساشایی بود. که نمیزن آره آره آره. دعوا مثلا فلان بعد حرف عجیبی که زده میشه کلیمای عجیب دیشب یه روم بود در مورد جنهای مؤمن و بیدین اینو تو رفتی تو چون برای من نرفتم من نرفتم فقط اسمشو دیدم تو اون صف اول من آره تو صف اولم بود من, من ساعت سه صبح بود دیگه گفتم که شاید الان وقت این نباشه که <applause> من سر به بالش بذارم دیندار و بی دین الان برم ولی کلاب هم داره خراب میشه نه آقا بس ایده چجوری استفاده کنی نه درصد رومای عجیب و رومای اصلا اه... که بیارزن داره خیلی کم میشه خدا اصلا اون وانایی که نا. بالای اتاق اتاقا میزنن عجیب غریبه بعضی هاش همون دیگه که اون رومایی که شما میبینید بر اساس سرچ های خودتون ها اینا میگنم آقا من سرچی ندارم نه, نه قبلا هر جا کردی نه نه نه, نه. آ... نه, نه, نه. آ... آ... کسایی که فالو میکنیم تو اون روما ها خب همین دیگه اونا رو باید که اون روما درست شد شما های دیگه فقط تنها دونه ای که هست من دوست دارم خبر پارتیه تا ساعت مثلا سه صبح خبر میگن سه صبح اینجا خبرهای روز از تمام جاهای مختلف میگن خیلی هم. آه منم یه چند وقت رفتم توی روم انگلیسی اولش فکر کردم همه خبرنگارن بعد دیدم نه مردم عادی که البته تو اون رومه همیشه هستن و اینا در خبری بد میرن مثلا خبرگزاریهای های مختلف وبسایت های مختلف از اون هدلاینی که دوست دارن مثلا حالا جالب هفته طوری اسکرین شات میذارن اون خبر رو میکنن پروفایل پیکچرشون بعد میان در مورد اون که خوندن حرف میزنن اونم جالب بود اورا که خودت دیگه برو آره جالب حرکت جالب رو میشه در بیاری ولی میگفت چندین ساعته که اون موقع که من داشتم گوش میدادم خیلی وقت میذارن بعضی روی این روم ها ای ماد بعضی عزیب. از مادریتورا واقعا یه فول تایم دارن کلاب هاوس مادریتورا ازشون حرفه‌ای قشنگ توانان خیلی هم عالی خیلی هم خوب میخوایم بریم سر اپیزودمون احساس میکنم که دیگه نمیکشی دوست داری بری اپیزود رو انجام بدی نه میخواستم بگم دیشب من یه فیلم دیدم تو ایمان دیدی این گلوریوس باسترز مال تارنتینو فکر کنم 2006 بله بعد این رجوت فانتزیش بود از جنگ جهانی دوم و هیتلر و اینا باحاله بعد نه بود بهترین تارانتینو که من خیلی ساعت میرو میاد اینا آره بهترین ای تارانتینو که من دیدم نبوده ولی خب سلیقه یه دیگه بعضیا دوست داشتن ولی تیپیکال فیلم های تارانتینو کشت و کشتار عجیب خونریزی توش داره دارک کامدی داره دارک فت... کامدی خیلی داره فوت فتیش هم داره آه. این تارانتینو همیشه این اینا رو دا... این ستا فوت فتیش آره آره پال فیکشنش این آه، آه. اون... آه. همشون دارن اون آیتما دوست داشتی آه گفتی فیوریتت نبود ولی فی... بد نبود اوکی بود ولی فرینز ریونین اومد این هفته اوه آره من خیلی شانس آوردم فرینز ریونین چرا؟ سرش من بودم و پانیز و, و خواهرش اومد بودن اینجا داشتیم در واقع نگاه میکردیم اینا بعد من خیلی روز بدی داشتم تو سر کار و اینا خیلی دپرس عجیب بودم بعد اینم شروع شد بعد نیست اینا همشون خیلی سنشون رفته بالا یه لحظه منو هیت کرد آره. بعد من اینطوری بودم که بعد اینا مثلا جوکای قدیمی داشتن و اینا و بعد اینا گریه میکردم ببین من دیگه اون لبش بودم مثلا آره که تلفنم زنگ زد گفتم با بری سر کار خدا رو شکر ساعت ده شب یه ایمرجنسی پیش اومد و بعد میرفتم سر کس بعد دیگه چی دیگه شانس منو من آزاد کردم تو گریه کردم نه نه ولی کلا خیلی عجیب بود تو یعنی. فین فیلم گریه میکردن آره چون خیلی بودن. حس مثلا همدیگر رو بعد از میگفتش که اولین بار بعد از سیزن فنالی که بوده اینا هر شیشتاشون توی اتاق با همن اوه. تا بال اتفاق نیافتاده کی اینا... اینا... ای تمام شد 2004 2004 دیگه با هم نبودن یک کریسمس هم دعوت نکردن چند تا رو خانه به دو همون دیگه شش تاشون با هم دیگه توی خ... توی اتاق نبودن بعد مثلا میدیدی که چقدر شکسته شدن بعضیشون چقدر حالا پیرتر شدن و اینا حالا به واسطه واقعا این همه سال گذشته آره 2004 تمام شده بعد اپیزودای مثلا اولش رو میذاش بعد مینی حالا من احساس میکردم احساس من نسبت به این این بود که به خاطر اینکه چندلر ماثیو بلانک دیگه بلانک لبلان. 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 خیلی خب توی حت، حتی دوران پری ف... پری لوبلانک جویی مگه نبود فرض جان لطفاً چندلر مهم نیست به خاطر اینکه خیلی حالا توی هم آره به خاطر اعتیادی که داشت و اینا احساس میکنم یه خاطراتی تو حالا من فقط برداشت شخصی خودم ها احساس میکنم یه خاطرات خیلی بدی هیدش برای زنده میشد از اون دوران ماتیو پری آره آره. بعد خیلی مثلا ناراحت و خیلی شکسته و ده... یه حس خیلی بدی داشت حضورش آره آره منم اینو خیلی حس و ام... میگم خیلی اذیت شدم دیدنشون کاراکتر محبوب من بود شاید منم همینطور چندلر که اصلا واقعا نصف زندگی ما از اون الگو گرفتم جز اون ولی بقیش قشنگ من دیدنی. من تماش نکردم دیگه من فقط 20 دقیقه آها پس تو دیگه نیدی من دیگه نیدم آها پس دیگه من اصلا سریال رو و خب خیلی خیلی عجیب بود و میگم نجات دادیت اولین تلفن کاری بود که شاید خوشحال بودم از این قضیه بگن خیلی زایی میشه یه yeah. فیلم هم ما هفته دیم اسمش بود Woman in the Window Woman آها the window. دیدی قشنگ بود از اون فیلم هایی بود که باز میدیدی و اینا ای می میخواستی نبینی میبینی ولی جالب شد آخرش تو دیدی؟ من نیدم من تو نتفلیکس ترجیح دادم نبینم آره تاور هایس رو دیدم تاور هایس آره اون اس فانی مثلا آره اس آره. فانی ولی اینو تریلرشو دیدم ساس کردم که برای شب مثلا ساعت ده تنها نیست روزه خیلی روشن بردید روشن با رفیقاست که بشین و از ترس به درد شب تنهای فهمیدنش شد under influence نمیخورد خب بریم آره آره بریم بفرم Okay. <laughs> سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با من. سلام سلام امروز اپیزود 288 ماست 288 اپیزود ما رفتیم واقعا فرندز کمتر از ما اپیزود رفته گفته بودیم بص... اپیزود 300 قراره چیکار کنیم یکاره شلوار ما در چلو <laughs> 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 <arloey> دور بین اولین اپیزود 288 نمیدونم احتمالا یه برنامه خواهیم داشت دیگه احتمالا خیلی همه میشه با چیز با تولد خودکست آره 13 آگست باش مرسی که دوباره با ما هستین امروز برگشتیم با بیز جدید دیگه و اینکه در خدمت شما هستیم دیگه چه خبر؟ چه خبر و درد چه خبر و زرمار الان ما یه نهار ملوی خوردیم الان حالا نمیخواد بگیم ملو شاید این تمام چیزی بوده که من میتونستم پروفایل کنم نه نه واقعا که ایمان بگ... واقعا سنگ تمام گذاشته و دارم چیزهای مختلف بهتون از معرفی آره. میکنن من دوست داشتم نمیگفتیم نهار خوردیم تا ببینیم متوجه میشن چون قبلا میگفتن که بعد قضا زبت نکنید کنم مشهوده نه کاملا مشهوده نه اون غذای سنگین مثلا که چلو کباب میخوردیم فشار قیمه میزدیم م... <تصفح> من بعد اینجا باشه <تصفح> <تصفح> خب ما غذا بخورم من بزنم آدم های پایین رو ببین اینجا شونو نگرفته آره بچه ها اصلا برای مهم نبوده ولی آره بچه یه غذای ملوی زدیم و چمپینز لیگ رو نگاه کردیم و تبریک میگیم به تیم چلسی و طرفداراش به خود تیم چلسی آره تو به تو, خل. <applause> ام... تو چه خبر تو همه چی خوب؟ من آره دیگه دوباره <تصفيق> یه یه دونه ام... چی میخواستم بگم یه دونه فیلم دیدم خدایا همین تاور های میگفتم باحاله اگه مثلا فیلم کامدی مزخرف باحال میخواین تاور های اره. میبینیم هفته دیگه نظرم قدیمی هم, هم. هم. یعنی قدیمی که مثلا جدی ماده مثلا 2011 ایناست ولی خب باحاله من دوستش داشتم الان سریال چی میبینید شما اه... من اه... چیز سوپرانوز رو میبینم هنوز؟ دوزره... تموم نشود نه افتاد توی سن سن نه, دی؟ نه پس یالا من که الان گذاشتم کنار اصلا سریال دیدن واقعا نمیرسم مثلا یه وقتشم... ددیکیشنی میخواد نه, نه وقتشو ندارم یعنی اصلا ندارم اون زمان رو دوست دارم بشم یه انیمه ببینم شفت. Titan. می... من که نمیدونم کلش اف تایتن تایتنز من خیلی شوون. دوست دارم ببینم یعنی من دارم سیزن احساس شوون. میکنم اون سیسشو دارم دیگه به هر حال نه نه میفرسم احساس میکنم و یعنی خودم فکر نمی کنم ولی با علایقی که دارم به هم میخوره سیستشو داشته با حس داریم خیلی اینجا خیلی بهم گفتن اگه شو خواستی شروع کنی بگو با هم ببینیم که حداقل بازی پیش میاد فاشف فردا شروع می‌کنه یه،, اپیزود ببینیم تیم با هم ببینیم <تصفح> تو دیسکورد حرف <تصفح> 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 بریم سر اپیزودمون آقا کارو من, من یه موید نوید میتونم بدم به کسایی که به کسایی که شاید دنبال کرده باشن تا اینجا مسائل من و ماشینم رو آقا بگو شاید بردید چی؟ نمانیتی. نه نه قبول که به اون بگی, بگی چیز داره یا نه روغن لیک داره میکنه یا نه روغن ل... ام... نشتی روغن نشتی روغن عجیب داره انقدر که اصلا نمیتونه سم بفهم از کجا داره نشتی میده فکر کنم گفتم اینو آره گفتی شستن و اینا, شستن و اینا گفتن یه ای هفته دیگه بیا آره اینو خصوصی به آره اینو نگفته رو بود. پس چی گفتم من هفته پیش چی نگفتی آره آقا موتور پر روغنه اون زیر شستن حمام رفت ماشین اینا حالا من شعب پیدا کردن مبدا پیدا کردن که از کاور تایمینگ چین تسمه تایم تسمه تایم چین چین زنجیر بعد این زنجیر پنج روز گفتن چون موتور کامل باز رفتم ویدیو شدیدم موتور کامل باز میشه ماشین لخت 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 پنج روز و از خود ماشین گرونتر نمیشه این فرایند نه خیلی گرون میشه ولی خدا رو شکر از ماشین یه ذره بارانتی گرفته رو ماشین بین میگن هفت تا ده هزار دلار هزینه یه کابر میشه روی این؟ همش کابر میشه؟ همش خب بگو اصلا این ماشینی که تو مدت بعد ماشین رو بخواد بپوشه صد هزار دلار حتما بعدش ولی این قراره تو مثلا شما پنج شنبه شنیدید احتمالا من دیروز یا فردا این کار انجام شده بهم گفتن که کیه آها که کی ببری بری بخوابی و چقدر هزینه دقیقه اون من دوست دارم بدونم چقدر هزینه میشه ماشینم هم بد میدن ماشین من که میچ هزینه شد بهتون گفتم زیاد 8600 واسه این واسه سپر او اون پشت از جیب دادی نه نه بابا به بیمه زد و بیمه ده ده ده. هشت و شیسته؟ شیسته فقط ماشین حالا بماند خیلی تو توی بریم سافکار بشیم کانادا و تو آرکول امریکا شما ده هزینه سافکاری و تعمیر خیلی زیادی هم واسه اجرتش همین که اگه بخواد بیمه انجام بده بیمه پارت اصلی به حتی باستفاده کنه آره. آره. واسه همین خیلی گرم بعد چند روز گفتی یه هفته بعد بمونه؟ پنج روز گفتن ماشین بعد اونجا لخ بشه روش کار کنیم از الان بهشون گفتم چه ماشینی میخوام تو مدت که بگو ما بدونی یا گفتم یه تیبا تیبا 97 یا گفتم یه دونه فورده f 150 یکی مثلا یا گفتم یه دونه LX 570 بهم بده درست بزرگه اوه. اوه. یا یه دونه IS F 2021 جدیده که بد نمیدن چرا آدمه تن مگه اونا <applause> آخه با 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 منیجرش با جنرال منیجرش رفیق شدم بعد یه سوال تو از خود نمایندگی اینو خریده بودی یا از یه دیلر دیگه خریده بودی از نمایندگی خریده آها آه پس برای همین یعنی تونستی همچین وارنتی روش بگیری آره آره اوکی خیلی هم مبارکت باشه این هفته خوبه اینا این اتفاقایی که میفته برای یه ماشین تیکش نو میشه دیگه آره. کاش اون اونطوری نکنی کاش خونه ما رو خانواده شریف قسمت به قسمت از بین نبرن با ما یه چیزی میدی یه چیزی میگیری بله که من یه گرفتم برو بری آره من یه توضیح دم هفته پیش من یه لغتی رو اشتباه تلفظ کرده بودم مسله من گفتم مسله بعد خیلی جالب این اتفاق معمولا برای من تو زبان انگلیسی افتاد که من یه لغتی رو زیاد دیده بودم معنیش هم میدونستم ولی هیچ وقت نشیده بودم تو ذهن خودم مثلا یه تلفظی داشتم ازش لغت سن تو ذهن خودم ازش یه تلفظی داشتم یه با یه صدایی تلفظش میکردم بعد مثلا میفهمیدم که اون اشتباه این تو فارسی نیافتاده بود الان تو فارسی هم افتاد و اینکه اشتباه کردیم خیلی ها کامنت داشتی بودن داشته شده بودن سر مسله <applause> آره حالا این هفته داشتم به این فکر میکردم که راجبه چی صحبت کنم یه سری موضوع به ذهن هم رسید خیلی بزرگوار حسین ابن منصور حلاج تو ذهنم بود عزیزم منم هم همینطور تو هفته گذشته خیلی بهش فکر کردم آره حلاج آره بله نه واقعا خیر <تصفيق> <تصفيق> اسمش تو تاریخ شنیدیم آره اگه دبیرستان میرفتید 100 درصد ایشون استان فارس بودن بعد چی استان فارس. فارس توی استان فارس آره. بودن فکر میگه خودشون استان فارس بودن استان فارس بودن اینا معنی میده دیگه آهاشون استان فارس بودن بله بله یه مدتی کاره. آره خب خیلی معروفن توی ادبیات ما تقریباً همه شاعرای بزرگ به ایشون اشاره کردن که عارف و صوفی بودن قرن سوم هجری که این آدم توجه ماش تو سال پیش دانشگاهی خیلی به خودش جلب کرد یه عارف و صوفی بودن که یه روز از خواب بیدار میشن و میرن توی خیابون داد میزنن که انال حق احتمالا داستانش رو یعنی که من حقم یعنی من حقم دیگه من خدا هم. بعد اینو میگیرن علمای دین و اینا ادامش میکنن خب خیلی تقریبا خیلی از شاعرهای بزرگ فارسی به این داستان اشاره کردن و خیلی هم داستان جالبی حالا داره بعد اینو سال پیش ما یه معلم ادبیات داشتیم آقای عبدالمحمدی الانم احتمالاً سر اون موقع هم خیلی معروف بودن خیلی داستان اینو جالب برای ما تعریف کرد برای همین خیلی توجه من بهش جلب شد اینجوری عبد اومد عبدالمحمدی اومد عبدل بهش گفت اومد تو کلاس گفتش که حلاج مست بوده نه مست الکل مست عشق بعد این عشقش هم چیه؟ گفتم منم هستم آره. این عشقش هم اون عشق زمینی نبوده عشق قایی و عشق واقعی یعنی عشق به آره عشق حقیقی بوده بعد یه روز دیگه بیدار میشه تحمل اون شور و عشق رو نداشته آه. تحملش رو نداشته بنا به اجازه معشوق ازل میاد اسرار هویدا میکنه که اون سر در واقع انالحق گفتنش بود یعنی خودش رو با حق دیگه یکی دونست و و حالا توش ادبیات هم میگن حالا جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد این اگه به واسطه اون عشقی که به مشوق ازل داشته به یکی بودن رسیده بود این سر رو نباید هویدا میکرد ولی وقتی که هویدا کرد دیگه سرش رفت بالای دار چون آدمای زمینی اون موقع تحمل شنیدن همچین حرفی رو نداشتن باید که بدونم آدمای الان هم همچین چیزی رو الان که کسی بگه که بازیه بعد حالا مذهبیون اومدن اکثریت گفتن که این آدم دیگه کافر و این اصلا مستاق کفر و اینا ولی اکثریت شوهرهای ما خلاف این نظر رو داشتن شوهرها باور داشتن که ایشون به مرحله نهای عشق که یکی شدن با معشوق بوده رسیده و حالا مم. حافظ این وسط آها اه اه این ایتیکرم خواستم بگم قبل اینکه شعر حافظ رو بگم اه این به اون مرحله نهایی که یکی بودن با معشوقه رسیده و این یه حالت ماندگار داشته مثل حالا اون حالت زمینی که خیلی از ما ها ممکنه تجربه کرده باشیم توی یه لحظه خاصی اس کنیم خیلی دیگه با طرف یکی شدیم بعد چند دقیقه بگیم اصلا اون همه چیز بوده نیست این داستان فرق داشته این اصلا همون حالتی که عبدال برای ما تعریف کرده بود این مست بوده نه مست الکل مست از باده عشق بوده آره بعد و این هم مثل در واقع این کاری که کردن اینو سرش رو بردن بالای دار مثل اون حالت چ... چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نه نه بگو نه مثل حالتی که شم دور پروانه میچرخه میدید شم هی دور پروانه میچرخه میچرخه میسوزه آخرش آره میشینه روش و میسوزه پروانه دور شم میچرخه ببخشید آره چرا ساه نمی کنید فلست... نه من مرسی که اینقدر جدی گفتی که یه پوزیشن دیگه نمیگم به چیزی که دارم میگم ایمانم که تعیید کرد فهمیدیم من میفهمم چی داری میگی آره میفهم نگا آره اون رو میگن نهایت عشق که شما با معشوقتون یعنی عاشق و معشوق یکی میشن اون پروانه ای که دور شعله شم چرخیده عاشقش بوده در نهایت یکی میشه و میسوزه اونجا اه. که خب از دید مای انسان زمینی معشوق در واقع عاشق میاد خودش رو فدای معشوق میکنه ولی از دید خود اون عاشق اونا یکی شدن فدا شدنی مطرح نیست اون در واقع یکی شد با اه. مطلوب و معشوق خودش که حالا آقای حلاج هم سرش که بالای دار میری همچین اتفاقی براش میفته به وسال حقیقی معشوقش میرزه بعد آره حافظ اینطوری میگه میگه ایشون که بردن و بالا دست و پاشو قطع میکنن قبل اینکه اعدامش کنن ایوه. آره بعد این دست و پاشو که قطع میکنن خب دیگه خون از آدم میره پوستش زرد میشه این واسه اینکه رنگ زردیش رو که نشونه ترسه که اصلا ایشون ترسی نداشتن از جان دادن در این راه رو بقیه نبینن میگن که ور میداره مثلا اون یکی از دست و پایی که افتاده و خون ازش میرفته رفت می رو میماله به صورتش که صورتش از زردی به قرمزی برگرده به بقیه نشون بده که من هنوز من اصلا از این داستان ترسی ندارم و چجوری با چی برداشته یه دست یه آره <تصفح> 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 یه دونه داشته او موقع که ازش استفاده کرد آره ولی این داستان حلاج خیلی داستان جالبیه تو ادبیات ما خیلی هم بهش حالا به استعاره اشاره شده که حالا جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد الان هم دیدیم هر کی سر هویدا کرد معمولا سرش رفته بالای دار پس تو این لفظی که میگی اسرار هویدا می کنه آره, از اینجا, از اینجا آره. میاد آره آره من آره همش تو پیش دانشگاهی نهفته است آره پیش دانش که برای کنکور مفص من کل آشنایی با شعر اونجا بود ما یه قرابت معنایی بود نمیدونم هنوزم تو تستای کنکور است آره. یا نه یه پس خیلی عجیب غریبی بود که یه بیت شر میدادن چهار تا گزینه بود میگفتن با کدوم قرابت داره یا کدوم با کدوم نداره مثلا اون بیتی که اصلا قرابت نداره با بقیه رو بگیر خیلی هم سخت میشد یه وقتایی چون حالا ما زبانمون خیلی عوض شده نسبت به زمان اون شاعرای حالا قرن دوم سوم چهارم اینا سخت بود فهمیدنش ولی خیلی مبحث جالبی بود قرابت چی نزدیک بودن نزدیکی. از قربت میاد این با آره نزدیکی میاد بعد آره حالا این داستان آقای چیز بود حلاج بود که آقای نامجو هم هفته قبل اشاره کردیم بهش که گفته بودن که سالها بعد به اون قربانی آلو. گفته به کسی که تجاوز شده بود بهش میگفتش که سالها بعد کسی اسم منو یادش نمیاد اسم اسم تو رو یادش نمیاد اسم من مثلا نامجو رو یادش میاد که اینجا آقای نامجو اگه به داستان حلاج هم نگاه کنه اتفاقا اسم قربانی رو همه یادشون موند نه اسم اون کسی که اینو قربانی کرد نه اسم اون حالا علمای دینی که اومدن ایشون رو سرشون رو بردن بالای دار که حرفت مستاق کفره که نبود همه به, به چشم دیگه اصلا اون آدم رو دارن نگاه میکنن این موضوع اولی بود که تو ذهنم بود ولی راجع به موضوع مستقیم نمیخوام صحبت کنم چیزی که صحبت میخوام بکنم رفت داره بهش پیشتر آمده بود آره یه مطلب دیگه هم بود واسطه صحبت هایی که راجع به وهم و باور زده بودیم هفته پیش من یه ذره نگاه کنم ببینم ابزاری هست که ما بسنجیم باورهای خودمون رو و ببینیم که اینا کجاش وهمه کجاش باوره حالا یه چیزایی هم پیدا کردم خیلی مد نظرم نبود و حس کردم اصلا الانم زمانش نیست راجع به موضوع صحبت کنم راجع به این موضوع صحبت ق... قرار نیست الان اینا اپیزود پر کنه اینا ای دارید <تصحيح> <تصحيح> <نه> اینا پیش اینا سیریه که من طی کردم که به چیزی که میخوام بگم برسمه و حالا اگه در آینده مطلب خوبی جمع کردم راجع به اون موضوع که چه جوری میشه ارزیابی کرد حتما صحبت میکنیم راجع بهش. ولی این وسط چیزی که تصادفی به ذهنم رسید که خیلی هم به واسطه وقت به نسبت خودم طولانی بود که هفته پیش توی کلاب هاوس گذروندم بود و کاملا هم مرتبط با صحبت هفته پیش که حالا تو رومایی که بودم چون این روما از اون که خبر تصمیم شورای نگهبان اومده بود یه سری روم بود که همه تعجب کرده بودن و اینا را داشتن راجب اون صحبت میکردن بله. تا رومی که طرفدار طرفدارای آقای احمدی نژاد و تاجزاده و نمیدونم لاریجانی و اینا بودن تا یه اتاق ایران اینترنشنال که اونا دیگه روم براندازی و اینا بودن داشتن راجب این موضوعات صحبت میکردن همه اینا رو رفتیم یه سری زدیم و جالب بود آره، چیزی که میخوام بگم در واقع یه ذره بیشتر راجع اون پنجره باوری صحبت کنم که ما از طریق اون پنجره به دنیای بیرون نگاه میکنیم و در واقع اون پنجره باور ماست که ما رو تعریف میکنه شخصیت ما رو هفته پیش صحبت کردیم مثلا ما حافظه ما بیشتر چیزایی که برای ما اتفاق میافته ما یادمون نمیمونه تو حافظهمون ثبت نمیشه ولی صبح که تو اخواب بیدار میشی یه باوری از خودت داری دیگه خودت رو یادت نرفته یه یه تجسمی از شخصیت و وجود خود توی ذهنت هست بله امروز راجب به این صحبت میکنیم که در واقع اون پنجره باور باورهای ما ما رو تعریف میکنه و یه ذره در ادامه راجبی به این موضوع صحبت میخوام بکنم که اون پنجره باوره چجوری شکل گرفته و چقدر میتونیم فرد رو مسئول بدونیم توی شکل گرفتن اون پنجره باور و آخرش یه حرفی رو که مدت تو ذهنم بود و نزده بودم اما باهاتون در میون بذارم ولی اون آخر آره هفته بیو بیو. پیش راجع همون جعبه باورهای مغز صحبت کردیم که گفتیم که مغز شما در واقع اون حجم عظیمی از اطلاعاتی رو که از محیط بیرون میگیره میاد از طریق این باورهایی که داریم اول یه پردازش میکنه و به مغز در واقع جهدهی میکنه که چه واکنشی رو نشون بده گفتم مثلا تو مکالمه با فرد مقابل تو لزوما همه یه حرفای اون رو از منظر اون که نگاه نمیکنی تو اون حرفو میشنوی اون حرفه داره از فیلتر باورای تو رد میشه و اون یه کمکی به تو میکنه که ببینی حالا چه جوابی میخوای بدی و به اه... کدوم سمتو سو بری و گفتیم باور در واقع هم حافظه است حافظه چی بود یه شبکه از نورون ها بودن که همزمان فعال میشدن باور به واسطه تکرار زیادش این شبکه خیلی قوی شده بود توش تا این حد که انسانایی که مغزشونم آسیب دیده بود باور سیاسیشون رو داشتن آره بود. همچنان باورهای سیاسی مذهبیشون رو از دست نداده بودن نشون میده اه. که چقدر جایگاه عمیقی توی مغز داره بعد همین باورها باعث شده این پنجره باورها باعث شده در واقع که گفتم فرد رو تعریف میکنه یه فردی مثل احمدی نژاد بیاد توی این روما و حالا توی شبکه های مجازی با وقاحت تمام آره بیاد با وقاحت تمام از این صحبت بکنه که آره من الان به خاص مردم اومدم و الان در حق من بی ادالتی شد که من رد صلاحیت کردن این دقیقا همون کسیه که سال 88 همینطور که اون موقع که تالا نظر میدان بهش نزدیک بود مردم و خس و خاشاک اس برده بود و نامیده بود و داشت توی خیابون با ماشین از روی مردم هم رد میشد ولی الان که برق برگشت زمان گذشته این آدم در واقع داره حرف دیگه ای میزنه میگه که من در حقم شده اون موقع عدالت معنیش چیز دیگه بود الان چیز دیگه است چیزی که میخوام بگم اینه که این به این حرف باور داره یعنی در واقع یه چیزی توی ذهنش هست که داره این رو بیان میکنه خب این یه منظر ای از طرف دیگه اون پنجره باور مثلا شخصی مثل محسن نامجو باعث شده که حالا این آدم کسیه که یه وقتایی ازش عنوان اعتبار مثلا موسیقی سنتی مدرن یاد میشد یه وقتایی این باور باعث شده که اون شخص مثلا بعد اینکه خبر اول که تکسیب کرد بعدش که خبر این داستان در اومد اومد رسخایی کرد ولی توی اون مجلس خصوصی بیاد بگه که خب نه در آینده اسم منه که میمونه و به مفهوم نسبی بودن زمان خیلی باور داشت که 6 دقیقه مثلا عمر من 6 ماه تو یهو اصلا رفت توی فیزیک و این داستان و خب این آدم به یه چیزی باور داشته که این حرف زده دیگه <تص> این باور داشته که همچین قضیه هست حتی اگه بیاد در واقع اونطوری نمایش بده که نه من پشیمون و اینا ولی توی جمع خودی همچنان باور داشته که آقا من سرم من جایز بودم که هر کاری دلم بخواد انجام بدم بعد بله آره بعد این کلاب هاوس من فکر کنم جامعه شناسا از یه جایی به بعد شروع میکنن خیلی روش تحقیق کردن چون جاییه که آدما با دیدگاه خیلی مختلف میتونن بیان توش آزادانه حالا تا حدی صحبت کنن بعد مثلا یه روم صحبت از اینه که چونم شورای نگهبان رد صلاحیت ها رو بر اساس این رومی بود که طرف داره مثلا شورای نگهبان بودن. رد صلاحیت ها رو بر اساس چون هم اطلاعاتی که پرونده فساد اقتصادی که شورای نگهبان داده بود وزارت اطلاعات داده بود به شورای نگهبان اومده رد صلاحیت ها رو انجام داده صلاحیت احراز نشده باید. بعد از اون مثلا میری توی روم دیگه خیلی جالب مردم عادی داشتن میگفتن که بابا با اگه این جوری باشه این به این معنیه که تمام اینه که رد صلاحیت شدن که خب رده های بالا بودن دیگه رده های بالای همین الان دولت هستن یه سریاشون و حکومت اینجوری بودن که این به این معنیه که گذشته ما فدای کسایی شده که صلاحیت اداره آینده رو ندارن آدم های رده بالای حکومت دولت رد صلاحیت شدن این بندش اینه دیگه یعنی این که گذشته شما این آدم اصلا صلاحیتش ندارن بعد مثلا پارادوکس هم داره این وسط که همین آقای لاریجانی مسئول اون قرارداد 25 ساله با چین بوده دیگه نماینده مستقیم بود و خیلی نقش داشته یعنی که این آدم پارادوکسش اینجاست که این کارو میتونسته بکنه ولی آره یعنی روی کاغذ شاید بفهمیم شاید مثلا توی مسائل اقتصادی خوب بوده ولی توی اداره کشور لزوما خوب نیست ولی منطقی نیست دیگه اگه این خیلی قرارداد مهمیه اون این اونجا مسئول مستقیمه ولی میاد رد صلاحیت میشه اینجوری ما مردم بودیم وسط که بود چی چه ممکنه همچین چیزی ولی خب اون شورای نگهبان که این تصمیم رو گرفته باز به یه چیزی باور داشته که این کارا کرده اینو میخوام بگم خب حلاجم که براتون گفتم یه روز اومد پاشد باور داشت که آقا من انال حق من حق من تو جای حق نشستم من واقعیتم و شما هیچ و سرش رفت بالای دار باز در واقع روی چیزی که بهش باور داشت عمل کرد و کار کرد بعد در ادامه اینکه چجوری جوری باورهای ما روی ما تاثیر دارن توی یه روم دیگه بودن اینا طرفدارای احمد نژاد بودن خب اینا احمل... چرا ما رو پین نمی‌کنی آخه چیزی تو <تصفح> رو خدا ما طالبیم آره قرآن توی این روم خیلی جالب بود یکی این طرفدارای احمد نژاد یکی رو اسم برد من اصلا نمیشناختم ولی توی جمعیت بود شروع کرد بهش بد و بیرا گفتن چرا طرف ظاهرا یه کسی بود که احمد نژادی بوده <تصفح> بعد رفته بوده توی روم تاجزاده یا اصلاح طلب ازشون اصخایی کرده بود که با مثلا سال داشت, داشت از رو شما رد شدیم فتنه گران اما این ها میگه بعد این یارو داشت به اون بعد و بیرا میگو که بابا فلانی تو چرا رفتی اونجا عجز و لابه اصخای. کردی به اصلاح دا. باز این آدم خب باور داشته که آقا مثلا امین این کارش درسته و اصلا تمام اتفاقاتی که افتاده درست اونو فتنگر بودن بعد از با ماشین از روشون رد میشد م. میخوام چی بگم این که چون مثلا ریاضی نیست که درست و غلط مطلق وجود داشته باشه این آدما به واسطه محیطی که توش بودن یه چیزی باور پیدا میکنن و خیلی سفت و سخت روی اون باوره هستن خواهی به آب بزید احساس کردم گروت خوش شده یه دیار آره شما الان میخواین یه دینه بوله ببینیم یه بوله ببینیم کافی yes. آره بعد یه توی روم ایران اینترنشنال صحبت از براندازی و جانشینی و اینا بود بعد بعد یه طرفدار حکومت اومد بالا و ایشون گفتن که سایهشون همیشه بادا سر ما باش و داشت شریف میکرد باز خب این آدم ها به اون قضیه باور داشت ولی می نکته جالب اینه که خب ما از قبل میدونستیم آدم ها به چیزهای مختلف باور دارن ولی نکته جالب این بود که این حالا فضای کلاب هاوس این امکان رو در اختیار آدمای با این تفاوت افکار یو چی گفتم تفاوت افکار, <applause> میذاره <applause> که بتونم بیان کنن اینا دو سر یه تیفن دیگه از برانداز بود تا کسی که میگفت سایشون بالا سر ما باشه اینا رو یه جا جمع کرده بود و اینا داشتن راجع این موضوع صحبت میکنن این خیلی جالبه ولی باز همچنان اونجا میبینی طرف به این قضیه باور داشت با اینکه همه مخالفش بودن میاد این حرفو میزنه یا چرا مثلا همونجا خانم شادی امین بودن که داشتن میگفتن بابا شما مثلا نظام و جمهوری اسلامی روی ذهن شما تاثیر گذاشته همه شما ای که اینجایید فکر میکنید دیگه هیچ تغییری رو نمیشه داد و مثلا نباید اینجوری فکر کنید باز این آدم باور داشت که نه مثلا تغییر میشه داد و باور داشت که اون اون تحرکات روی ذهن این آدم هایی که مثلا تغییر طلب بودن تاثیر گذاشته به اینا, اینا به این باور رسیدن که باز تغییری انجام شدنی نیست درسته آره همه اینا رو گفتم که به اینجا برسن این اون حرفیه که من مدت هاست تو ذهنم و فرصت بگو. نشده بود بگم آره اینه ببین حرف من اینه اگه ما اونقدی که تصور میکنیم مختاریم مختار نباشیم چی؟ خب راجب به جبر و اختیار صحبت میشه دیگه یعنی چی میخوام بگم یعنی اگه این گفتیم همه ما داریم بر اساس جبه باورهامون برخورد میکنیم و این در واقع جعبه باورهاست که ما رو تعریف میکنه حالا اگه این باورهایی که ما داریم متأثر از استعدادایی باشه که باهاش به دنیا میایم متأثر از آموزشی باشه که ما بینیم از فرهنگی باشه که توش بزرگ شدیم فرهنگ خانواده جامعه همه این ها محیطی که توش رشد کردیم اینا اکثریت مواردی هستن که خب ما توش انتخاب مستقیم نداریم من که تعیین نکردم من با چه استعدادی به دنیا میام صفر درصد و نقش داشتم تو این قضیه توی محیط و آموزش هم باز خیلی تاثیری نداریم دیگه چون تو مثلا قبل 18 سال خیلی ما انتخاب نکردیم کجا بریم و چیکار کنیم و اینا و از اونجا به بعد هم که حالا تقریبا زمام امور زندگی خودمون رو دست گرفتیم دیگه, دیگه دیر شده چون تا همون موقعش یه عالمه باورها توی ما شکل گرفته و دیگه ما رفتیم توی یکی از این گفتم <صح> تو سر زیر افتادیم توی یکی از این مسیر افتادیم یعنی خودمون رو یه <صح> جوری شناسایی میکنیم مثلا من اصلاح طلبم من حالا اصولگرا من فلان هر چیزی که هست یعنی اون مواردی که شاید ما رو تعریف کنه خود ما خیلی توش دخیل نبودیم آیا این به معنی نیستش که ما اون هم که فکر میکنیم مختار نیستیم مثلا حالا بازی کامپیوتری رو نگاه کنین چون یه بازی هست مثلا مثل نیت فور اسپید شما مسابقه ماشین میدی تو توی یه ماشین نشستی شروع میکنی باید بری تو خیابون رانندگی کنی بری از نقطه آ برسی به نقطه ب آره تو دیگه اون وسط نمیتونی از ماشین پیاده شی مثلا بری یه رای بری فلان خب این یه مجبوری دیگه, دیگه. یه حالت یه حالتی از جبر اونجا هست حالا یه بازی دیگه مثلا بازی که دنیای آزاد دارن چون جی, تی. جی تی ای که بازی کنی تو به تو این امکان رو میداد از ماشین پیاده شی بری آدم بکشی بیای برخسی نم یه عالمه کار دیگه دو شرخ سواری کنی تو میتونی بگی تو اینجا مختاری اونجا مختار نیستی تو یه جی تی ای تو نیت فورست. آره خب آره اینو میشه گفت دیگه چون به وضوع حق انتخاب تو توی بازی جی تی ای از نیت اسپید مثلا بیشتر ولی چیزی که من میخوام بگم اینه که توی جی تی ای هم تو باز محدودی تو یک سری قوانین رو باید رایت کنی تو تو بازی GTA تی ای مثلا تصمیم بگیری شلوار سوزن نخ کنی نمیتونی دیگه سوزن نخ کنی اون وسط چون این امکانش برای تو وجود نداره خب کره نمیتونه بری چون تو بازی طراحی نشده درسته که یه عالم کار دیگه طراحی شده نسبت به مثلا نیت فور اسپید ولی یه چیز دیگه توش نیست میچی چی میخوام بگم درسته که حق انتخاب تو بیشتره به نظر نسبی... تو... نسبی تو آره ولی باز همچنان محدودی خب حالا اینو وصلش کنیم به اون داستان مغز در شیش و این داستان ها که اگه از ما بپرسی نبیزود چنده من نمیدونم ولی کاردش مغز میاد این بالا میتونیش کلیک کنید آره فرض کن این ایده هایی که به ذهن تو میرسه اگه یه ایده فقط به ذهنت برسه اون میشه جبر مهم. اگه تو فقط یه انتخاب داشته باشی دیگه انتخاب نیست یه کره شمالی دیگه اون که اسمش انتخاب نیست شما فقط یک کار قرار انجام میدی اون میشه جبر مطلق ولی اگه مثلا به اون مغز در شیشه ده تا ایده برسه این دیگه بهش نمیگی جبر یه حالتی از اختیار توشه ولی همچنان اختیار محدود به اون ده تا انتخابه میدونی یعنی نامحدود نیست حق انتخابش خب انتخاب این به نظر من میتونه یه مدل دیگه از جاب باشه نمیگم هستا دارم میپرسم اگه باشه چی حالا اگه باشه این بیایم این حالت رو در نظر بگیریم منی که مثلا نشستم اینجا میگم طرفدار احمدی نژاد فلان طرفدار ترامپ فلان اگه من با اون استعدادا من نوعی با اون استعدادا به دنیا اومده بودم توی اون محیط رشد کرده بودم اون آموزش به من رسیده بود یعنی داده هات شبیه شاید واقعا تو هم الان نشسته بودی طرفدار ترامپ بودی میگفتی آقام ترامپ یا که ببین اتفاقا من دیشب داشتم دخلیز. تو استریم در صحبت میکردم گفتم که یه, چیز خیلی مهمی که بچه ها داشتم گفتن که ما امتحان اجتماعی داریم فلان و من گفتم اتفاقا درس باحالی بود اجتماعی که ما خوندیم یه چیز به من یاد داد که ما هنوز یادمه که برگشت گفتش که ماها توی زمانهای مختلف نسبت به فرهنگ و در واقع استعداد و خانواده و اتفاقایی که برام میفته به صورتهای مختلف اجتماعی میشیم و میگفتش که مثلا شما اگر که میبینی مثلا پدر شما حرف شما رو نمیفهمه در مورد مثلا بازی های آنلاین و اینا به خاطر که اون با یه اکسپریانس و با یه خانواده و با یه باورهای دیگه اجتماعی شده برای خیلی سخته بخواد این باورها رو عوض بکنه و اینم هم همونه یعنی یعنی طرف با یه درقی جبری با یه استعدادی با یه سری اطلاعات عجیب با یه خانواده ای که شاید تحت تاثیر رفتارهای ترامپ بودن اجتماعی شده و دیگه حق انتخابی هم نداشته آره همین دیگه اصلا بحث درستی و غلطی این داستان هم نیست چون حالا توی مثالایی که من زدم سعی بر این بود که بگم اون آدمایی که اون حرف رو زدن باور داشتن به اون قضیه آره یعنی خیلی هم. کسی که میره توی اتاق براندازی مثلا میگه سایهشون سایه مثلا این نظام بالا سر ما باشه همیشه خب این به اون قضیه باور داره یا اون احمدی نژادی که به اون یکی احمدی نژادی بعد و بیراه میگه اون به اون قضیه باور داره بحث درست و غلط نیست این یه باوریه که توی ذهنش هست حرف من اینه که آره بگو میگم جایی ولی متفاوته که تو واقعا به این باور داشته باشی و صلاح لحظت نباشه صلاح لحظه هم من میگم باور دیگه اون باور داره به صلاح لحظه نه نه یعنی مثلا تو اینطوریه که با اینکه میدونی مثلا در واقعیت چه میدونم جبری که توی نیت فور اسپید هست خیلی زیاده و مثلا مناسب نیست و اون آزادی که توی جی تی ای هست احتمالا بهتره اگر که چه میدونم تو نیت فور اسپید به تو سی درصد سود میده میری نیت فور اسپید رو میفروشی خب اگه درست فهمیده باشم منظور تو باز اونجا تو به آور داشتی به سود بیشتر آره تو اگه انسانی بودی که باور نداشتی به بیشتر حرف من اینه به هر ترتیب حالا اون احمدی نژادی شاید ته دلش هم این باشه که بد بوده ما از با ماشین از روی آدم ها رد شدیم اه. کاری ولی اینکه به زبون میاره پس به یه چیزی باور داره که به زبون آورده دیگه من حرفم اینه اگر اینطوری باشه اگر ما اونقدری که فکر میکنیم مختار نباشیم توی انتخاب هامون با این فرض یعنی این اگرها اگر برآورده بشن محیط من رو با محیط اون عوض کنی من مثل اون برخورد میکنم بله نتیجه یکی در میاد. آره این این به آدم خورده بگیریم اصلا بحث خورده اینا نیست بحث یه ذره اونه که نمیتونیم آره یه ذره عجیب غریب تره یعنی خیلی وقت این ذهن من رو درگیر کرده به همه این چیزا که فکر کنیم حالا اون, اون... میگم صبح که اخواب بیدار میشه اون تصوری که از خودت داری این تصور به واسطه حالا اون استعدادی که تو باش زاده شدی به وجود اومده آموزش تحصیل فرهنگ همه اینا که خیلی یعنی چرا میگی هنری نداشتی که ببب... مختار نبودی توی اون قضیه میگن سرنوشت آدم نوشته شده آقا نه نه که که داری ترامپ میگی مثلا بذار به قول اینا for the sake of argument بگی مثلا فکر و ذهنیت ترامپیست بده خب تو ذهن من بده آره آره اینو مثلا مثلا زهن... میتونم بگم کلی ما... نه تو ذهن ما. آره آره ما مثلا میگیم بده شاید بودن یا مطمئنا بودن کسایی که طرفدار ترامپ بودن حالا بزرگ شدن توسط اون خانواده که توش بودن باورها و اینا ولی در نهایت چیزهای دیگر هم مقایسه کردن چیزهای دیگر هم دیدن مثلا خواستن به قولی تغییر رو آره کفه ترازو بذارن ببینن و بعد تغییر بکنن الزامی نیست که مثلا همه همه چون یه سری داده شبیه داشتن و اینا بیان انداب بکنن بیان پایان کارشون بشه مثلا تفکر ترامپ بیان من با خیلی فکر کردم که من به شخصه بر این مدل آدما احترام زیادی قائلم چه برای بر آدمایی که تغییر میکنن یعنی یعنی برخلاف اون باور خانوادگی که داشتن عمل میکنن من برای تک تکشون احترام زیادی قائلم هر تغییر مسیری که بوده با دلیل و منطق ولی یه حرف دیگه که میخوام بزنم اون آدمی هم که اون کارو کرده ابزارشو داشته یه استعدادی توی ذهنش بوده که یه جای این جرقه بخوره که بره بسنجه ببینه باورهایی که داره آیا درسته یا نه که مثلا اگه 88 با ماشین از رو آدم رد شده الان بیاد بگه من اشتباه کردم من میگم اون آ... نمیذاری چیو نمیذارم بگو بگو بخشید نه اینا میشه راجع اون آدم یه استعدادی توی ذهنش بوده و اون استعداد رو پیگیری کرده که به اون نتیجه رسیده حالا اون آه. کسی که شروع میکنه به اون کس بد و بیراه گفتن من میتونم استدلال کنم که اون استعداد نبوده تو ذهنش تو اون محیط بزرگ شده و همونجوری مونده باز یه جبر زمینی من اینجا میتونم ببینم <applause> و این کسی که تغییر کرده توی راهش اون جرقه اتفاق افتاده دیگه یعنی یه جا توی راهش اتفاق افتاده خودش, خودش هم, هم می کارو می که آره مثلا فرهاد حرکت شجاعانه که هفته پیش زد میشه من احترام میذارم مثلا راجب به تراپیست رفتنش صحبت کرد خب که چه بسیار کار حسن خب همه ماها توی مسیر زندگیمون ممکنه که به مشکل بخوریم که همه خوردیم همه ما ها مشکلات روانی داریم خب با. شکی توش نیست هممون نمیریم دنبال این قضیه به دلایل مختلف تو فرهنگمون نیست ممکنه بد بدونیم اصلا بعدم نمیدونیم اصلا بهش فکر نکردیم شاید متوجه نیستیم ما ممکنه مشکل روانی داشته باشیم یا هر چی فرهاد رفته این کارو کرده یه چیزی سر راه فرهاد قرار گرفته که به ذهنش برسه که من میتونم این کارو بکنم یک دو خودش یه استعدادی داشته که بره دنبال این بگرده که اون داستان رو حل کنه با حالا مشکلاتی که شاید از دوران کودکی انباش شده یا حالا اشتباهاتی که مثلا توی رابطه ممکنه کرده باشه ادامه نده مسیر رو می میخوام چی بگم آله آله. یعنی تو مسیر تو یه چیزی قرار گرفته تو آمادگی پذیرش اون چیزی که در مسیرت قرار گرفترم یه جایی از خودت نشون دادی همین شرایط ممکنه مثلا سر راه من قرار بگیره من نرم اینو پیگیری کنم چون اون استعداده مثلا توی من نبوده میدونی چی میگم آخه دقیقا از اون میشه نگاه کردیه میشه شاید استعداده بوده ولی تو اون اختیاره رو نداشتی یا اون اون, تصمیمه رو نگرفتی میدونی خ... خیلی خب باشه می باز میتونم بگم ابزارش رو نداشتم تو ابزار مثلا فلکسیبل بودن رو مثلا داشتی من اون ابزاره رو نداشتم سفت روی طرف خودم وایستادم و نرفتم پیگیری کنم که قضیه رو حل کنم هم. حالا من این استعدادی که میگی تو اینطوری که من فهمیدم یه, یه جورایی صفر و داری به این استعداد داشتن یا نداشتن نگاه میکنی من تو نظرم اینه که مثلا همه آدما توی یه لولی اینو دارند یعنی مثلا همون کسی هم که احمد نژادی نج... نجادی بوده رفته به اون یکی احمد نژادی در فوش داده که آقا چرا رفته اون بر اون حرف زدی اونم یه آدمیه که به نظر من میتونه اداپت بشه با مثلا حالا با محیطی که بهش اکسپوز میشه مثلا اگر یه محیطی هست که رانندگی میکنه اگر هر روز تو اون راهش مثلا سی و سوزن و اینا بشه پنچر بشه فردا راه دیگر رو را انتخاب میکنه همون شخص حالا میگم این باور و چیز یه مثال خیلی بیسیک بود یعنی من میگم مف به نظرم خیلی صفر و نیست که مثلا یه سری افراد اون چی گفتی رو استعداد استعدادو دارن که تغییر تو خودشون به وجود این سری ندارن من به نظرم هست تو همه و شاید دیسته. اون حالا اون کلمه قشنگ گفتی پنجره ای که توش دنیا رو دیدن از کوچیکی تا به اون سن باعث میشه که اون استعداد همینطور هی بره اون پایین و اصلا نتونن بهش برسن خب همین دقیقا همینه من در واقع اون استعدادی که باش به دنیا میاد استعداد حالا یه،, یه،, یه, چیز که نیستی هزاران تا استعداد مختلف بالاخره اون شرایط ذهنی که بچه باش به دنیا میاد من میگم اون یه بخشیه که اون پنجره رو میسازه و اون پنجره است که انسان رو تعریف میکنه <applause> حالا اون بخشی که برای اون آدم اون پنجره رو ساخته باعث میشه که به خودش اجازه بده مثلا توی رومی که چند هزار نفر هستن به یکی بد و بیراه بگه اون یکی آدمه اون پنجره طوری براش ساخته شده که یک جایی از زمان فکر میکنه و وقتی که حالا به این باور میرسه که اشتباه کرده میره از یه سری آدم دیگه عذرخواهی می <applause> میکنه <applause> <آه. متجر> من میگم اون آدمه این آدم دومی که اسخای کرد پنجرهش اونجوری ساخته شد خیلی هم خودش لزوما تاثیر مستقیم تو ساخت پنجره <متجر> <متجر> شاید نداشته <متجر> <متجر> اون یکی آدمه پنجرهش یه مدل دیگه ساخته شد که به خودش اجازه داد بعد بیراه بگه اون هم نداشته میگم همش اگسا هیچ نظر قطعی که نیست ولی این خیلی ذهن من رو درگیر کرده که اگه اونقدی که فکر میکنیم مختاری مختار نباشیم چی به هیچکی نمیتونیم خورده بگیریم دیگه و نسبت به باورایی که دارن قاعدتا آره یعنی اینکه اگه ما مثلا جای موسی نامجو بودیم ممکنه همچین رفتاری بکنیم, بدتر بکنیم. بدترش حالا نه یعنی حالا این, یه حالتی نشه که مثلا بهش داریم حق میدیم ها نه 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 اصلا که من حق دارم میگیم که اولین نفر اینو مطرح کردم اینجا رو گفتم از پلی من مثال مثال دارم میزنم اگه ما جای حلاج ابن منصور بودیم منصور حلاج ما ممکن بریم بالا بگیم انال حق دیگه <تصفح> حرف من اینه اصلا مثالش <تصفح> خیلی مهم نیست بحث خیلی ساعت باشه ولی من اینه اگه ما چیزی که ازش به عنوان اختیار یاد میکنیم صرفاً جبری باشه با تعداد حق انتخاب بیشتر چی مثال سادهش نیت فور اسپید و جی تی ای جفتش جبره ولی جبر نیت باشه نیت فور اسپید حق انتخابش کمتر از جی تی اگه اون چیزی که ما الان تو این دنیا بهش میگیم اختیار جبره با حق انتخاب بیشتر باشه چی همچنان بهش میتونیم بگیم اختیار یا گونه ای از جبره مثلا یه زیمه <laughs> یه نفرم توی یوتیوب کامنت گوشته بودش که شاید باید حالا در مورد به خصوص محسن نامجو سب کنیم ببینیم واقعا اگر که دادگاهی تشکیل میشه اگر که در واقع چه جوریه این ما شاید تمام فکت های این کیس رو نداشته باشیم و نهایی. ممکنه که متفاوت باشه و ما الان داریم خیلی احساسی شاید نسبت به این قضیه برخورد میکنیم و نسبت به که خودمون میدونیم و شاید بعد نباشه که بنفیت of داوت رو بعضی موقع بدیم تا موقعی که واقعا یه نتیجه غذایی صادر بشه آره من یه چیزی بگم حالا اصلا بحث محسن نامجو نبود اصلا محسن نامجو وسط یه مثالی بود که هر کدوم ما تو اون ممکن بود اون کار انجام ولی من کاملا با این کامنتی که ایشون داده مخالفم اه. بله اولا که دادگاه که حق مطلق نیست یک دو اینکه حتی که یک نفر تو دنیا بیاد بگه این این کارو کرده که هزار نفر اومدن گفتن کافیه دیگه حالا دادگاه بره اون دادگاه هیچ کار میخواد بکنه نه مگه آدما رو مگه بلک میل نکردن همه اینایی که نه من نمیگم همه ها حالا تو مورد خاص اگر من... که یک نفرم بلک میل کرده باشه از اونورم کافیه آره حالا توی مورد خاص به شخص من به شخص کسی از نزدیک میشناسم که قابل اعتماد و این داستان رو تعریف کرده آه؟ آه. اگر اصلا این چیز نیست طرف اومده توی فضای مجازی هزار نفر اومدن ویدیو دادن داستان با دیتیل تعریف کردن دیگه اون موقع ما اگه بخوایم شک کنیم به این آدم بگیم نه دیگه این حد حت... دادگاه نرفته که خب به هیچ کس نمیشه شک کرد به هیچ کس نمیشه ایرادی وارد کرد که هر کسی هم ممکن دادگاه تقریبا همونه دیگه ممراش میگن بره. که تا موقعی که چی میگن میگن این انتل پروون گیلتی آره ولی نه ولی من آه نه ولی اینو... من, من واقعا قبول دارم یعنی اینکه طرف میگم من به اون جوه دیدم اون جوه رو بر علیه یه سری آدما آدم این سری آدما برای اینکه میفتن توی جوی که اوکی الان تنور داغ فلانی رو خراب کنیم از هر روشی هم استفاده میکنن بعضیا دیدم اینو که توی همین کیسایی چه میدونم ترامپ هم دیدیم یه سری آدم شروع کردن گفتن آره این به مام تجاوز کرده که کلیش اینطوری بود که نه مثلا واقعا اتفاق نیفتاده بود فکت آره چک کرده فکت چک کرده بودن دیده بودن درست نبوده حالا یعنی داری میگی در طبیعت این م... امکان پذیره <تصفح> که که همچین اتفاقی بیفته چه اتفاقی بیفته <تصفح> یعنی یه سری بخوام فقط یکی رو خراب کنم به دروغ آره. آره. آره, آره. آره, اون آره. کسی نمیگه امکان پذیره ما میگیم من همین نمیگم این مورد خاصو میگیم اینجوری نیست دیگه این مورد خاص آدماش هستن از نزدیک میشناسیم آدمای میگم این تو میشناسی من که ازش وایس و اینام در اومد که مثلا حالا یه حرفای عجیب و حال آه. 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 اصلا بحث محسن نامجو نبود کلا مثال داریم نه مثال. من آه. نسبت به اپیزود هفته پیش که رفتیم من یه کامنت من گفتم من بگم به نظر من به نظر من کامنت منطقیه حالا شاید جبریه تجربی که من داشتم تا الان جوری که بزرگ شدم <laughs> پنجره تو من متفاوت بوده ولی حالا من حالا من کارون خیلی بحثش چیز بود مثلا عمیق چیزی بود ولی خیلی این کلاب هاوسه به خصوص نظر من اینه که مثلا افرادی که حالا میان توی رومای مختلف خب به هر حال من حس کنم مثلا طرف تو خونش سر کارش تنهاست توی محیطیه که حالا مثلا افراد دروبرش نیستن مگه اینکه حالا افرادی که فالو میکنن بدونن تو طرف تو کدوم رومی و اینا ولی منظورم اینه که خیلی راحت میتونه توی مکانهایی بره که شاید قبلا نبوده یا مثلا خب اگه شخص ای مثلا یه سری باورایی داشته یه سری خبرگزاری های دنبال میکرده اینها همه عمرش هیچ موقع نمیرفته مثلا چه میدونم ایران اینترنشنال رو فالو کنه و اینا و الان هم شاید نره تو رومی که حالا اون ایران اینترنشنال ولی توی روم های دیگه بره که افراد معمولی هن و یه حرف زده بشه که هیچ موقع نشنید و اینا و تو, بشنم. تو درون خودش تو تنهایی خودش اکسپوز بشه به اون ایده ها و اینا و به نظر من خیلی جالبه دیگه تو هر تاپیکی هم میتونه باشه برای هم میگم این جامعه شناس احتمالاً قطعا روش مطالعه میکنن رو داده هایی که از اینجا میاد بیرون <applause> چون همون مورد اولی هم که گفتی خیلی مهمه فرض کن حالا قبل این وبینار بوده دیگه وبینار مثلا یه سری آدم میرفتن صحبت میکرد ولی خب اونجا چون حالا باز وبیناره مثلا دیده میشد و یه سری آدم شناخته شده احتمالاً اون بالا صحبت میکردن شاید هر کسی این در واقع رو نداشتش که بره اونجا صحبت کنه یا اگه محیط حضوری باشه که سختره باز یعنی <تصح> طرف ممکنه مواظب تر بیاد صحبت کنه ولی این دقیقا این بستر رو فراهم میکنه با طرف از خونش نشسته خیلی راحت و بدون دغدغه دق میتونه بیاد از چه دل تنگش موشته. میخواهد چه خبر؟ مثال یه در ادامه من یه سوال از کارم ام... پرستم اگه که بخوایم یه مثال حالا خیلی سطحی و پیش, افتاده ب... پیش, افتاده به پیش پا, پا افتاده بزنیم این جبره که میگی حالا مثلا میگه جبری یکم دست بازتر اگه مثلا من نوعی توی خونواده ایلا ماسک به دنیا میمدم آیا من هم میشد ایلا ماسک بشم با اون تعلیمات با اون با اون شرایطی که خانواده هم پیش میبردن امکانات حالا مالی سختی ها اینا سوال اینه که می شود. آره آره خب می احتمالش هست اگر احتمال داری صحبت می‌کنی احتمالش هست ولی این بیشتر از اون ور میگم اونی که به اونجا رسیده یه چیزایی داشته لزوما هر کسی رو توی اون محیط بذاری اون آدم نمیشه ولی اگه تو تونستی یکی عین اون آدم با اون استعداد بذاری مثلا کپی کنی چندتا با همون استعداد تو همون محیط عینم هم بزرگش کنی باز ممکنه اون بشه نه ولی از اون ور بهش نگاه کن میگه که اگه مثلا سه تا ایلان ماسک به دنیا میومد کپی تو سه جای مختلف شاید سه تا باور مختلف میداشتن به همین چیز آره. نمیرسید ببین فاکتورهایی که حالا من اینجا اسپردم اینه اینو آدمای با احتمالاً فاکتورا رو با الفاظ بهتری ازش یاد میکنن فاکتوری که من گفتم اینه که استعداد یعنی حالا شرایط ذهنی که تو باهاش به دنیا میای حالا آی کیو هزار این کیو های مختلف <تص> محیطی که توش پرورش پیدا که اون محیط مثلا محیط خانواده و فرهنگ و اینا حالا فرهنگ آموزشه خب مثلا این چهار پنج تا حالا چیز مختلف من میگه اگه همه این چهار پنج فاکتور عینا یکی باشه طر... میتونه اون به اون راه برسه ولی <تصفح> حالا اگه مثلا طرف با استعداد عینا مثلا ایلان مارسن و بیل گیتس رو توی سوریه بزرگ کنی توی مثلا آفریقا بزرگ کنی اون نمیشه چون اونجا یه آموزش یه شرایط دیگه ای بوده که اون شده حرف اینه شد. و خب اون آدم بیل گیتس ایلاماس انتخابی تو اون قضیه نداشتن دیگه که کجا به دنیا میان چه استعدادی چه خانواده ای اینجوری حالا این. اینجاییم. ما اینجاییم کامنت نیست comment. Uh, یه خبر میخوام بعدم کامنت میدم که مخوانم برعکس باشه بگو خبر رو بگو. بگو شب نیست چون جاش نیست بگو <applause> یه خبر خیلی ناخوشاینده در هفته گذشته بقایای 215 کودک که توی یکی از همین استان ما شهر کملوپس پیدا شد که به صورت دسته جمعی اینا دفن شده بودن اینها افرادی بودن هایی بودن که تو مدرسه های شبانه روزی یعنی سبتنام نام شده بودن میرفتن می, می اینجا بهشون میگن residential سکول این residential سکول یه مجموعه مدرسه هایی بوده که توسط دولت پای و اساسش گذاشته شده بوده و کلیسای کاتولیک اینو چیز میکرده مدیریت میکرده هدف اصلیشون همین بوده که بومی زدایی بکنن یعنی یه موتوری داشتن یه گفتهی داشتن میگفتن kill the Indian in the child <applause> یعنی اون بومی اون در اون اون بچه آره بومی از در بچه رو بکشیم و نزدیک 150 هزار بچه بار... چند سال پیش بوده این؟ این من میدونم که 1996 دیگه به صورت رسمی تعطیل شده خیلی جدیده پس آره اه... این اینو فقط میدونم و حالا در, در آینده اطلاعات بیشتر راجع به قضیه من میدم <applause> کاور میکنیم ولی بین این ۵ هزار نفر دانش آموزی که رفتن توی رزیدنسیال سکول بین سه تا ش هزار تاشون تخمین زده میشه که کشته شدن هیچ وقت برنگشتن به خونه هاشون و یکی از یکی از تاسف بارترین اتفاقاتی که تو تاریخ کانادا هست و کسی گندش در اومده نمیکنه آره دولت کانادا باره ها بابت این قضیه اسخای کرده سعی کرده قبلا مثلا... آره آره اصلا دولت ترودو رسمی اسخای کرد آره این وقت پیشه این مثلا 2007 اولین عسقای آها آه. آه. خب مگه اینا تازه پیدا نشده نه اینا تازه نه. پیدا شده این گوره پیدا شده این برنامه رو میدونسته این برنامه می آره سال... رو سال خیلی از بین رفتن توشو میدونسته بله آره آره. 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 این عسقای اتفاق افتاده همین که کارون گفت تورودو هم خیلی خیلی مستقیم این قضیه رو آره اکنالش کردن گفتن که آقا بوده و ما اسخای میکنیم اینا ولی یک مبحثی کلا تو جامعه کانادا که خیلی جنجال برانگیزه خیلی همیشه دوباره آرگومنت دوباره چیز بحث رو داره آره همه میگن که آقا مثلا خیلی باید بهشون رسیدگی بشه از اون میگن نه حالا از اون مثلا دوستی خال خرسه میشه یه ما بخوایم خیلی توجه بکنیم و امکانات بدیم و اینا از اونور میزنه بیرون ولی کلا این خیلی خبر تکون دهنده بود خیلی عزاداری های دست جمعی اتفاق افتاد سراسر کانادا و خیلی خیلی تلخ بود من خودم خوندم چون حالا ما یکم توی سوشال استادیزمون میخونیم راجع به اینا در اجتماعی سال 11 فکر میکنم بعد بله. اگه میگم بگیم ده ده یه... آره و آره خبر ناراحت کننده ای بود و چی... چ... چرا این اتفاق می افتده؟ چرا از بین می بردن بچه ها رو بچه ها رو انقدر شکنجه می دادن از می... چون به, زبون ایندیان به زبان ایندیجنسشون نمی صحبت بکنن اه. اگه میکردن خیلی باشون بد رفتار می شده و اون بد رفتاری و اون تنبیه ها اکثرش به فوت بچه اصلا بچه رو تو سنده کم از خانواده جدا میکنن نمیذاشتن برگرده اونا رو ببینه این روحی داغون میکنه دیگه طرف ها. این بوده داستان خیلی کنده. حالا بحث آی کیو اینا شد رو به آخر بحث کارون یه دختر دو ساله در لس آنجلس جوونترین عضو منسا شد منسا کسی که افرادی که آی بالا دارن عضوش هستن ایشون آی هست 146 و 50 پوینت 50 نمره بالاتر از میانگین آی هم سنه خودشه یا ایالت خیلی بالا محسوب آره. میشه خیلی بالا, بالا آره. میانگین آمریکا 98 نمیدونم بالا تا 110 20 به بالا خیلی خفنه آره مثل من اون دو سالشه دارم فکر کنم میتونه روتی. کامل حرف بزنه جمله های معنادار میگه میفهمه تحلیل میکنه دیگه بگم تا صد و میشماره 50 تا از ایالت های آمریکا رو خودشون و استان مرکز, مرکز مرکز, رو میدونه مرکز ایالت ها رو و خانواده هم خیلی دوست دارن این قضیه رو حالا یه تیکه نوشته بودن هم میگن خیلی برامون سخته چون مثل بقیه بچه هاشون نمیتونن با ایشون... سرش کلا بزنن دقیقا اینو میگفت که میگفت اصلا ما نمیتونیم سرش بچه <تصحیح> <applause> بچه علمیه <applause> آره اصلا میگه ها پا میشه میگه که میخوام جربت هنابو بیاد بگیرم الان داره رو جدوات دو سالگی داره جدوت آره. آره. آره نه یک شنبه پا شده ایشون دقیقا گفتن یک شنبه پا شده آنسان سرده و به فرنس گفته که یا میخوام جواب تناوب بیاد بگیر خودشون بلد بودم <تصفح> <تصفح> 100 من یادم کلاس سوم ابتدایی که بودم بدا. مبحث تقسیم رو که به ما یاد دادن انقدر ناراحت بودم از دنیا و از خودم و اصلا نمیفهم یعنی سختنی مبحث دنیا بود برام من سال دوم دبستان که تمام شد سوم میخواستم جدول زر پدرم مجبور کرده بودن من تا نه ضرب در نه یاد بگیرم قبل که از این که برن تو تابستون خب. ردیف آخر اون که ده ده هم تو دیگه دیگه ندی گفتن تو اونجا یاد مهده بگیری دیگه بقیه‌اش دیگه ها... 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 آره ان شاء الله بلد بلد بودی آره و این فشار مضاعف من یادم میاد اکباتان با یه کمودای داشت که درای چوبی داشت روش یه جدول ضرب زده بودم کامل و اینا که مثلا چه جوری و اعداد ارقام چه جوری ضرب میشن و فلان و اینا و مثلا یه چند ساعتی در روز وجودم بشینم زل بزنم به این دو دو تا آره این با آهنگ با این صوت اینا من میخوندم و گریه کردم به حال خودم از این خط کشتا که پشتش نمشته بود نمیذاشتم ببری دیگه سری کلاس بعد برای حفظ برای پرکتیس نه نه از این زنه اون موقع تو جیبه بسن رفته تو صفحه نونوایی دو خطش <applause> <applause> بعد دیگه چیز <applause> کردیم دیگه <شاسی> اصلا <applause> دیگه ولی جالب بود بسه من رفته بودم کلاس سوم بلد بودم خودش یه <applause> خیلی شو... خوب آره خودش یه جالب بود جلو بودی از بقیه آره ولی برای مثلا چه میدونم سه روز یه جوری همه یاد گرفتن معکوس کشیدن و رفت بچه تابستونش گذاشت این کار سه روز من بلد بودم بعدش اینا اینا همه یهو کچاپ کردم میگم من رو سی دارم فلوت میکنم خب بریم یکم کامنت رو کنیم یه کامنت داریم از کست باکس خانم سهر سلام سهر راجب اپیزود ایمان این ام. حرکت که برگردین و موضوعات فصل اول رو با اطلاعات کامل تری پوشش بدین جالبه برابر. به نظرم جا داره همچنان این کار رو برای بعضی موضوعات دیگه که در گذشته کار کردین ادامه بدین دمتون گم دمتون گم روی یوتیوب مستر بیگ ای زدن کامنت معنادار اینم بر کارون <تصفح> خیلی ساده و <با. تصفح> خیلی پر بود نه یه این بود تو رو خدا خواهش میکنم لطفا به خاطر ایمان به بیگه نسترن در رابطه با اون کامنت که کارون گفت نسترن سلام که سلام همگی خسته باشین مرسی دنبال روی حرفی که کارون انتهای اپیزود زد راستش من از سال گذشته که با خودکست آشنا شدم اپیزودهای یوتیوب رو یکی یکی دیدم تیم مدت و برای بعضی از موضوعات کامنت هم می نوشتم. اما یکی از چیزهایی که از گوش کردن به شما بهش رسیدم سب کردن و فکر کردن در مورد موضوع بحث ها بود این برای من دلیلی بوده که این چند وقت اخیر کمتر از گذشته کامنت گذاشتم درود بر بله بیتا هم درود برتا تو جوان ایرانی بیتا خب. هم توی یوتیوب داره گفته بود که وقتی فرهاد گفت اپیزود چندم هستید فهمیدم همه میتونن مفید باشن حتی <applause> فرهاد <applause> این تنز باخر لطفا بچه های خودکست رو دیست, خود دیست نکنید هر وری حتی من... مثل خنجر پرتوشه من غیره حتی <applause> روی, خ... روی بچه های خودکست مرسی که ایمان هوا منو خیلی خوب مرسی که تا اینجا با ما بودید ما توی البته این آره ما توی فکرم رفت قبل هم همین آره. ما توی تمام فضای مجیزی اسم خودکست <applause> توی تلگرام تویتر فیسوک <applause> اینستاگرام. <applause> <applause> اگر که میخواید با ارتباط داشین توی تمام این فضا میتونیم به ما مسیج بزنید ما مسیج ها رو میخونیم و سعی میکنیم که جواب همه رو بدیم خیلی دوستتون داریم میریم هفته دیگه با دو تا بزرگ دیگه برمیگریم فینا خدافز خدافز خدا <applause> خدا خدا فقط من اون لحظه فهمیدم ده. یه ذره متفاوتش داره آره من فکرم سدش بودم من اینقدر صفر رفتم اینو ده. ده. ده این رو زدم خودم میکنم این بیشتر اشتباه داریم از این نفهمیدیم ببین یعنی فقط یه کار داشتی یه کار داشتی میگم من اینجور ماشه من دیدم مناسبی نبود برای خوروش برای یه تو داره؟